بازگشت سرمایه‌مون در پرورش غاز بسیار نزدیک است. یعنی ما در 2 تا 2.5 ماه میتونیم به اون سرمایه اصلی خودمون برسیم. با سلام، امروز میخوام در مورد پرورش غاز صحبتهایی رو با دوستان عزیز داشته باشم. قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازیم، در رابطه با قدمت پرورش غاز که در کل جهان به 5000 سال قبل میرسه و در کشورهایی مثل ایران و چین و مصر پرورش داده شده، شخصی به نام هومر 388 سال قبل از میلاد مسیح شروع به نوشتن کتابی در مورد پرورش غاز نمود. البته اگر ما بخوایم بازار پرورش غاز رو بررسی کنیم، قبل از بررسی بازار پرورش، نژادهای مهمتر غاز رو خدمتتون عرض می‌کنم که این نژادها عبارت است از نژاد کانادایی، نژاد خاکستری، نژاد قوغاز و بیشتر نژادهایی که الان در کشورمون هستن مربوط به شمال کشورمون هستن که این غازها در اثر مهاجرت معمولا در آبهای خلیج فارس و در برکه های مربوط به شمال اینها مهاجرت خودشون رو شروع میکنن و در اونجا سکونت میکنن که غاز پازرد، آنگوت، بعد غاز خاکستری و نژادهای دیگری هستن که در شمال کشورمون به وفور یافت میشن. در کشور خودمون هم به تازگی پرورش غاز رو به صورت صنعتی تعدادی از عزیزانمون شروع کردن که این مژده رو من به همه عزیزان بدم که پرورش غاز یک پرورش در واقع یک صنعت بسیار نوپایی هست. یعنی اگر کسانی بخوان وارد این صنعت بشن، خیلی زود میتونن در این صنعت پیشرفت کنن، خیلی زود میتونن درآمد بیشتری رو از این صنعت داشته باشند و با پرورش این حیوان در واقع میتونن بازگشت سرمایه خیلی راحت تری رو داشته باشند. اما به مزایای پرورش غاز هم ما یه گریزی بزنیم و تعدادی از مزایاهای پرورش غاز رو هم خدمت دوستان عزیز اینجا اعلام کنیم. یکی از مزایاهای پرورش یا مزیت‌های پرورش غاز اینه که این حیوان، غذای این حیوان میتونه بسیار خشبی با غلظت علوفه بالا باشه و در همه نقاط کشورمون این پرورش داده میشه. به دماهای زیر 10 تا 15 درجه سانتیگراد و دماهای بالا عادت داره غاز و حساسیت بیشتری به این دماها نداره. در واقع یک کامفورت زون بین منهای 10 و 30-40 درجه بالای سانتیگراد رو داره. غازها معمولا آب دوست هستند و دوست دارن که بعد از یه تغذیه یا یه استراحت در استخری یا یک آبی آبتنی کنن که این آبتنی به رشد غاز در واقع کمک میکنه، به افزایش بازدهی غاز کمک میکنه و ما میتونیم محصول بیشتری رو، اگر چنانچه یه استخری رو داشته باشیم در کنار پرورش غازمون، ما میتونیم محصول بیشتری رو برداشت کنیم. چنانچه این مسئله در پرورش گاومیش هم صدق میکنه و در صورتی که اگر گاومیش هم در کنار برکه و استخر باشه، محصولش رو افزایش میده و گوشت بیشتری رو ما میتونیم ازش بگیریم. یکی از مزیت‌های دیگر پرورش غاز استفاده از گوشت غاز هست. گوشت غاز آهن بسیار زیادی داره، سهل الهضم هست، مواد معدنی بسیار بالایی نسبت به سایر ماکیان و طیور داره، پروتئین بیشتری داره، بازدهی لاشه در گوشت غاز حدوداً 75% هست و 25%ش هدر میره. اسیدهای چربی که در بدن غازها وجود داره، این اسیدهای چرب عبارتند از لینولئیک، اسید چرب بسیار مهمی است که توسط بدن ساخته نمیشه و توسط غاز تامین میشه. اونهایی که تخم گذارند تعداد تخمهای بیشتری رو در سال میذارن، حدود 280 تا تخم، 250 تا 280 تا تخم ما میتونیم از اینها بگیریم. جوجه هایی که از غازها در میاد در واقع جوجه های 40 تا 50 گرمی هستند که بعد از 2 ماه پرورش به 2.5 تا 3 کیلوگرم وزن اینها میرسن. در واقع غازها بازدهی خیلی بالایی رو دارن، به این لحاظ که اگر کسانی که در امر پرورش غاز هستن اینها میدونن، ما میتونیم غازهایی رو، نژادهایی از غازها رو پرورش بدیم که تا 5-6 کیلو، 7 کیلو و 8 کیلو ما اینها رو بتونیم
ازشون گوشت بگیریم، ولی بهترین بازدهی در پرورش غاز همون 2 تا 2.5 ماه هست. بازگشت سرمایه‌مون در پرورش غاز بسیار نزدیک است، یعنی ما در 2 تا 2.5 ماه میتونیم به اون سرمایه اصلی خودمون برسیم. از پر غاز ما استفاده بسیار بالایی رو میبریم که در صنعت بسیار مورد استفاده قرار میگیره. اگر ما این سیکل و چرخه تولید غاز رو داشته باشیم، یعنی خودمون هم بتونیم مولد تولید کنیم، در کنار مولد ما جوجه کشی رو انجام بدیم که جوجه کشی غاز فعلا بسیار سخته و دستگاه‌های بسیار حساسی رو و مهمی رو میخواد که در جلسات بعدی و ویدیوهای بعدی من به اون اشاره خواهم کرد. یکی از شاید سختی‌های پرورش غاز و معایب پرورش غاز رو اگر ما بخوام خدمت دوستان عزیز ارائه کنیم این که 20 روز اول پرورش غاز بسیار حساسه، یعنی ما اون 20 روز رو بین دمای 32 تا 35 درجه سانتیگراد نباید دما رو پایین تر بیاریم، رطوبت رو همچنین باید ما 60-70% رطوبت رو داشته باشیم، کما اینکه در پرورش بوقلمون هم 1 ماه اول رو ما ماه حساس پرورش این نوع حیوان میدونیم و در پرورش اردک و غاز هم این بازه 1 ماه رو ما و 20 روزه رو ما حتما باید در نظر بگیریم، چون از نظر سرما غازها به سرما بسیار حساسن و این حساسیت ممکنه یه مقدار برحال به تولید ما و پرورش ما و تلفاتی که میخواد از ما بگیره در واقع تأثیر میذاره. پرورش غاز در کشور ما به 2 صورت هست که عبارت است از پرورش در سالن و پرورش به صورت سیستم چرای آزاد هست، یعنی در واقع یا قسم سوم هم داره که من به اون اشاره میکنم. قسم سومش ترکیب و تلفیقی از پرورش در سالن و پرورش به صورت در واقع چرای آزاد، یعنی این دوتا رو با هم دیگه ما اگر تلفیق بدیم ما نتیجه بهتری رو میتونیم از پرورش غاز خودمون بگیریم. یک حرفه و کسب و کار بسیار پولسازی هست. در بین کسب و کارهایی که در کشورمون وجود داره بسیار کسب و کار غریبی افتاده در واقع این نوع صنعت. من از همینجا خدمت دوستان عزیز اعلام میکنم که این نوع صنعت، صنعت بسیار سودده و بسیار با بازدهی بالا برای پرورش دهندگان و برای جوانان و کسانی که میخوان تازه وارد عرصه پرورش بشن، هزینه های خیلی کمتری داره، یعنی غازهای حیواناتی بسیار قانه هستند و با مقداری علوفه و مقداری کنسانتری که ما در اختیارشون میذاریم به رشد بسیار مطلوبی اینها میرسند. اونهایی که حالا ما به عنوان پرورش آزاد در نظر میگیریم زیاد نیاز به واکسیناسیون رو نمیدونن، اینجور چیزا رو ندارن و واکسن و دارو و درمان بیشتر در جاهایی هست که به صورت فشرده بعد اینها رو ما پرورش میدیم و در سالن‌های پرورش ما بیشتر نیاز به اینها پیدا میکنیم. معمولا طیور بیماری‌های همسانی دارن، یعنی چیزی که در مرغ هست، در بوقلمون هست، در غاز هم همون بیماری‌ها هست، ولی غازها یکی از مزایای بسیار زیادی که دارن اینه که مقاوم به بیماری‌ها هستن. این مقاومت غازها به بیماری‌ها باعث میشه که تلفات ما پایین بیاد در واقع و هزینه های ما پایین بیاد، ما درآمد بیشتری از پرورش غاز داشته باشیم، هزینه های پزشکی ما پایین میاد، هزینه های دامپزشکی ما پایین میاد، فروش غاز و بازاریابی و مارکتینگ غاز شاید بیشتر مورد توجه دوستان قرار نگرفته و مثل حیوانات دیگه ما میتونیم قشنگ بازاریابی کنیم و به بازار هدف خودمون ارسال کنیم. کشورهایی مثل روسیه، مثل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، اینها مشتریان خوب غاز هستند و ما میتونیم صادرات خیلی بیشتری رو از قبل پرورش غاز داشته باشیم. تخم غاز خودش منبع بسیار خوبی از پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی مختلف هست و اگر ما بتونیم غازهای مولد و تخمگذاری رو
پرورش بدیم که صرفا برای فروش تخم غاز ما اینها رو پرورش بدیم، درآمد بسیار زیادی رو میتونیم از این بابت داشته باشیم. در واقع ما در حالت کلی اگر بخوایم آینده پرورش غاز رو ترسیم کنیم، بنده آینده پرورش این نوع دام رو و این نوع طیور رو بسیار خوب میبینم. آینده بسیار خوبی داره. گوشت و تخم مرغ و پر و همه اینها آیتم ها و مواردی هستند که به فروش میرسن و درآمد بیشتری را برای پرورش دهنده اینها به ارمغان میارن. در این حال ما با سرمایه خیلی کم میتونیم این رو، این پرورش رو انجام بدیم. نیاز به سرمایه های کلان و آنچنانی ما در پرورش غاز نداریم. با تعداد بسیار کمی هم اگر چنان که دوره خوبی رو ما ببینیم و به نحوه زیره دادن، نحوه بهداشت، نحوه نگهداری، نحوه جوجه کشی و بسیاری از موارد دیگه که دوستان اگر اینها رو رعایت کنن و یاد بگیرن، میتونن در واقع درآمد خیلی بالایی رو از پرورش غاز داشته باشند. اینها مواردی بودن که در پرورش غاز ما باید اینها رو در واقع رعایت کنیم. در ویدیوهای بعدی و برنامه‌های بعدی انشاءالله توضیحات بیشتری رو خدمت دوستان عزیز ارائه می‌کنم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. اگر ویدیوی ما را پسندیدید، لایک و فالو یادتون نره. ما را به دوستان خودتون معرفی کنید. ارادتمندم. خدا نگهدار.